دیرمون شد. من امروز میخوام با بابام برم. چند دفعه بگم بابا امروز دیر میره. حالا اینقدر معطل کن تا از مدرسه بمونی. وقتی نمره انضباطتو کم کردن میفهمی. پاشو پاشو بازی دیگه بسته. بابام بابا من میخوام امروز با تو بیام. مامان دارندگی بلد نیست. همش تو خودتی بو میزنی. چی؟ بفرما. این حرفایی که تو یادش میدی. من که همچی حرفایی یادش دادم. به سعید خود بده. به من چه؟ تازه نون و مربا من نخوردم. تورا چایی تو فلاسکه. گازم تموم شده. اگه تونستی میزو جمع کن. سعید چیزی جا نداری. سال دیگه تولدم باید برم تو چرخه بخنین. جالتون نره. بذار یه شب بگذره بعد شروع کن. حالا بازم لوسش کن. اینم نتیجه شه. من لوسش میکنم. سال دیگه معلوم میشه کی دوچرخه رو میخره. من یا تو؟ تو. سعید بچه خوبی باش. مامانو اذیت نکن. دستم از پنجره بیرون نبر. موقعی هم که مامان رانندگی میکنه پر حرفی نمیزنه. وقتی برگشتم اونجا رو جمع و جور میکنم. نکنه یه وقت ظرفا رو بشوری دلخور میشم. ابدا. قابلمه و ماهیتابه همون زیره. یادت نره ها. چشم. دارون بگیره. برای من خیلی مشکله. فکر میکنم هیچ کس دیگه هم نتونه وضعیت تو رو درک کنه. اما حساس در این زمان در زندگی یک افسر اینه که کارش با مسائل شخصی قاطی بشه. چجوری بگم؟ من مسئله شخصی با کسی ندارم. فقط میخوام کاری رو که شروع کردم تموم کنم. این کار تو چقدر به این مسئله بستگی داره؟ به اندازه یه سرنخ. یه آدمی رو میگیرم. به هم میگن هم وزنش طلا بگیر و ولش کن. اون آدم اعدام میشه. این میتونه سرنخ به کسی باشه که همه سرنخ ها دست اونه. من دنبال اونم. به خاطر وظیفم. این فرصت رو از من نگیرید. حداقل چیزیه که میتونم ازتون بخوام. و سعی کن وظیفت رو انجام بدی مثل همیشه. مراقب خودت باش.
بخش چهار. خانم زمانی؟ بفرمید. میتونم چند دقیقه با شما صحبت کنم؟ بله بفرمید. شما خانم کمالزارعی هستین؟ ببخشید شما کی هستین؟ از دایره مواد مخدر. ببینین آقا، کارای اون اصلا به من ربطی نداره. اینجا هم محل کار منه، من اینجا آبرو دارم. مطمئن باشین هیچ مشکلی برای شما پیش نمیاد. فقط چند تا سوال. بازم شروع کرده؟ نه، ممکنه بتونه در موردی به ما کمک کنه. فقط همین. من یه پسر ازش دارم، اون 21 سالشه. با چنگ و دندون بزرگش کردم. طاقت نداره ببینه پدرش رو اعدام میکنه. برای اطمینان شما خانم باید بگم در 4 سال گذشته هیچ گزارشی مبنی بر این که شوهرتون دوباره کار قاچاق رو شروع کرده به دست ما نرسیده. از وقتی از هم جدا شدیم دیگه ندیدمش. گاهی تلفن میزنه یا پولی برامون میفرسه، برای خرج تحصیل پسرمون. پسرم خارجه، داره پزشکی میخونه. آدرسش چی؟ محل کار یا زندگیشو میدونین؟ کار به جون عزیزت باپوشه. 500 کارتون سیگار داشتم رو تخم چشم، گندم نرم، جریمه‌شو میدم. سرکار گوش کن ببین چی. بهتره آروم باشی. بس همه این کلک‌ها زیر سر توه بابا. تو نمیخوای دست از سر کچل ما برداری؟ منو از بندر آوردی اینجا که چی؟ گفته بودم که اگه باز خلاف کنی میام سراغه. کدوم خلاف؟ آی قضیه سیگاراست که جریمه شو میدم. قسط ببندین ما به ما میریزم به صندوق دولت. قضیه جریمه نیست، مشروط آزادت کرده بودم. 10 سال تعلیقی رو دوشته، یادت که نرفته. چی میخوای؟ میتونم ببرمت بیرون. پیش آهنگی یا همینطوری مرز رضای خدا رو افتادی روزی یه کار خیر بذاری زمین. میخوای خلاص شی؟ قیمتش؟ دنبال یه نفر میگردم، یه آدمی با موهای قرمز. میشناسیش؟ گیرم بشناسم. خودشو انداخته تو درد سر. اطلاعات دقیق دارم که جونش در خطره. ترک کردم. شایدم تا حالا کارشو ساخته باشه. فکرتو بکن. اینو بدون که موندن یا رفتنت با نظر منه. سب کن ببینم کجا رفتی؟ نگفتی چی گیر من میاد؟ همینجاست. خوش ندارم چشم تو چشم این جونه برا بیفته. بارت که تموم شد اگه اومدی دیدی نیستم هول نکنه. همین دورو برا پیدا میکنی. نره برم. تعفین آقا، میشناسیش؟ Thank you.
خوب شد رسیدی، وگرنه زبونم لال ممکن بود بکشنش. تازه داره ازت خوشم میاد. اصغر اصغر باید این کارو بکنی. من هیچی نمیدونم از حرفا سر در نمیارم. تو کی هستی؟ از جون من چی میخوای؟ من هیچی نمیدونم. هیچی. اون بچه اونا چه گناهی داشته؟ کی شما رو فرستاده سراغ من؟ کی؟ کی گفت این کارو بکنی؟ نه. کی گفت این کارو بکنی؟ من هیچی نمیدونم. چه بده نیست، دیوونه هست. تو دیگه چی میگی مسخره؟ پشو بایستا ببینم. یه محبت دیگه بهت میدم تا سه میشمارم. اگه به سمون اومدی اومدی، اگر نه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی. برادرش این اعدام کرده، من تقصیری ندارم، با من کاری نداشته باشی. رئیس قربان. بفرمایید. تو نمیای؟ خودم میام، اداره خدمتتون گزارش میدم. بسیار. جاشو بلدی؟ جوزی رو میگم. کی؟ ما رو سیاه کرده کشونده اینجا، بازم روس میشه. تو قبول کردی به من کمک کنی؟ من روحم از هیچی خبر نداره، اصلا نمیدونم قضیه چی هست. با جوزی در بیفتم؟ مگه مغز خر خوردم؟ زورت که نکردم. آره، اما کلا سرم گذاشتی. چرا از اول نگفتی با جوزی کل کل داری؟ ازش میترسی؟ میترسم. همه کار کردم، مچاق ایروین همه رفتم، شطر روی، آب روی، حس میوهی، بار خرمایی، اما هیچ وقت نذاشتم پرم به پرش بگیره، برای اینکه اون به مادر خودشم کلک میزنه. آدم حقوق دواز و افخطیه که نظیرش پیدا نمیشه، یه دنیا رو سیاه میکنه. حالا توی الف بچه را افتادی، اومدی درنگ، آقا کمال رو پرت کردی وسط محلکه جزی افغانی. ما رو باش که فکر کردیم تو بابویی. ما با هم قرار داشتیم، یادت که نرفته؟ اگه میخوای اون 10 سال تعلیقی رو به رخم بکشی، کور خوندی. هر کاری دلت میخواد بکن. یه رنوی عدبوغ ارزش این علم شنگه رو نداشت.
کمال. تو بازداشتی. پسر تو اصلا معرفت رو بو نکردی. تو اصلا نمیدونی چند تا نقطه داره. بزن. تو اون رنوی عهد بوق زن و بچه من بودن. دلام از سپس یه نامه داریم. خیلی نامه. متشکرم. اگه هنوز طالب دیدار جوزی هستی یه تو که با بیا چابهار قهوه خانه غلو آباره کمال. کارم داشتی؟ حرف گوش کن شدی؟ حرف تو بزن. یه مأموره قراره رد بشه. هروئین؟ عقل مباد نیست. عتیق جاز. اینجور کارا به من ربط پیدا نمی کنه. باید می رفتی سراغ داری؟ اگه هنوز طالب جوزی هستی ربط پیدا می کنه. این کاسه کوزه مال هرکی باشه مشتری بهتر از جوزی پیدا نمی کنه. حالا اگه این کوزه دست ما باشه ما میشیم فروشنده جوزی خریدار. این وسط چی گیره تو میاد؟ قول برت نداره. من اهل لوتیگری و اینجور حرفا نیستم. اما آدمی که میره خرید پول همراهش میبره. جوزی مال تو، پولاش مال من. پس بدا آتاشخاله رو جمع کن. گفتی این رفیقت مسافرکش نیست ها؟ مسافرکش یعنی قاچاق. راجب کوزه واسه آقا بگو. عرضم بزرگ آقای خودم که متاسفانه اهل مسافرکشی نیستی. این کوزه ظاهرا یه ماه پیش به سرقت رفته. قیمتش هم یه چیزی حدود 200,000 دلاره. باقی شد از اونجا که هر اتفاقه ریز و درشتی توی این مایه ها بیفته یه ساعته خبرش کف دست قلو میرسه. باقی شد. آره دیگه، ما اینجا واسه خودمون بروبیایی داریم. راستش خلاصه بچه ها تحتوی کارت در بردن. اینطور که پیداست کوزه تو همین شهر رو از همین جا باز رد بشه. باقی شو باقیش تو سرم بخوره دیگه، باقی نمونده. حالا کوزه کجاست؟ چه؟ بفرما. بگو. با ارواح خاک پدرم نمیشه. شما بفرما. میگم بگو. دواز میپری وسط و حرفمون رو عین مدخال جر میدی که اینقدر بازی در نیار. حرفتو بزن. خب شما چی پرسیدین؟ پرسیدم کوزه الان کجاست؟ نمیدونم. یه ساعت غیر اومدی که همینو بگی؟ خب، اما میتونم بخرم. کوزه رو؟ خبرشو.
کاری نشو. تو کاری کبابا رو بسازی نه پیداش میشه. بیارمه. میدونی با 200,000 دلار چی کار میشه کرد؟ میشه یه جوان از پاکستان برداشت و صاف گذاشت اون برد. پسرمه دانشجوه دانشگاه کراچی، همین روزا دکتر میشه، دندونساز. اگه این دفعه سیگارام لو نمیرفت انقدر مایه میداد که بفرستمش آمریکا. از محبت سرکار 4 سال هتل بودم، خلاص که شدم تا اومدم خودم رو جمع جور کنم 1 سال طول کشید، بعدش رفت کراچی. یعنی اول قرار بود از اونجا بره خارجه، ولی خب مسافر کشی سیگار اونقدر نداره که آدم از این ریخته پاشا بکنه. به خودم گفتم آقای کمال، حاصل جمع زندگی تو زردر همه موهای سرت بکنی، تازه یه چیزی از صفر کم داره. اما اگه بتونی اینو جمع جورش بکنی و به یه سرانجومی برسونی، تو یه روز تو اون لباس سفید به مریضاش بگه بیا اینم نسخت، تا 1 سال دیگه دندون بیدن تو، اون وقت من یه نفس راحتی میکشم. اگه این دلخوشی هم نبود که آدم میپوسید. من منظوری نداشتم. این ساعت رو تا 1 ساعت دیگه 200 تومن بیشتر نمیخرم. الان میام. چه خبر؟ امشب تنگه یه پیشی 200,000 دلار رتته. مطمئنی؟ خیال تخت. این بابا کارش خرید و فروش خبره. خوب بخرن همین امشب خبر ما رو به اون طرفی ها میفروشه. 6 نفر بیشتر نیستن، اگه الان را بیفته میزنین جلو، جخ کله سر برسن اونجا خالیه. دفعه دیگه تو مغزتونه. حسابی نداره، خریات کنین همه تو جون اومد. حواشون رو داشته باش. باشه. Thank you.
حواست جمع کن بارو بندی رو که باید راهی بشی. من که یه پاپاسی بابت این مسخره نمیدم. فعلا محکم نگرش دارم. دارمش. هاشتیم بگیرم. کجا؟ کجا؟ بکن نخوریم. بکن نخوریم. بیارکت. بیارکت. دفته بلا. گرفتیش؟ آره. رفقاتون گروگان ما هستن، به نفعتون شلیک نکنین. فکر میکنین چی کار کنن؟ تا رفقاشون پیشمون کاری نمی کنن، خیالت راحت بشه. اینقدر مهربونن، ببین چه پذیرایی از ما بکنند. فکر میکنی چند نفر باشن؟ شیش، شاید هم هفت نفر. عقبدار کاروانن. معطل کنیم با اون هیولایی که بستن رو ماشین، کوه رو سرمون خراب میکنن. اگه خودمونو به ماشین برسونیم ممکنه جون سالم در ببریم. من میرم، روشن که کردم. اگه مردم سر پل سرات منتظرتم. صبر میکنم با هم بریم. خب
کنید. خدا یک در دنیا هزار در آخرت عوضتون بده. به من عاجز کمک کنید. ای آقایون، ای خانوما، یک در دنیا هزار در آخرت خیر ببینید. ای جوان مرد، صد در دنیا هزار در آخرت خدا عوضت بده. به من عاجز کمک کن. کما؟ زق نبود و کمال چش دارید؟ تو دیگه چجور کوری هستی؟ دیدن تو چش نمیخواد ارباب، بوی دریا. یه پیغام میخوام واسم ببری. واسه کی؟ بگیرش، میخوام جوزی اینو ببینه. وای وای، مگه من خبرکش جوزیم؟ از راه شرافتمندانه پول در میارم، گدایی میکنم که محتاج خلق نباشم. یه دقیقه زبون بدم بگیر. اگه تصادفاً جوزی محض قدم زدن از اون طرف مرز اومده این طرف و تصادفاً از اینجا رد شد و تصادفاً تو رو دید و حالتو پرسید، تصادفاً این عکسای وامونده رو نشونش بده. معامله برای جوزی اینقدر شیرین است که تو بتونی یه خونه دیگه تو جرگ محله بخری و اجارش بدی. امان از بهتان، امان از بهتان. منو اجاره داری؟ یکی نه و هشتا. پیش من معلق بازی در نیار. جوابش هم بفرست قهوه خونه قلو، بلدی که من که تصادفاً از کارای تو سر در نمیارم. خوش کمال. آه، اون جوون اخوی شهری که با هاته چی باشه؟ تصادفیه. بده در راه خدا. سه روز اینجا علافی. عجله نکن، به موقعش خبرمون میکنن. آروم باش، آروم باش. اگه نمیخواستی بری مهمونی. اگه دستم وا نشه. بی خود غر نزن، هر جا رسم و رسوم خودشو داره. اینم یه جور مهمونی رفتنه دیگه. دانشجویانی که در طی دوره‌های گذشته موفق به حفظ دکترای علوم سیاسی و حقوق شدند، اکنون در اکثر نقاط جهان در پست‌های بس حساس مشغول به کار است. و با کمال مسرت همه ما شاهدیم که چطور تمامی آنها حتی در بدترین شرایط دین خود را نسبت به شما فراموش نکرده و در هر فرصتی با شما و اساتید دانشکده در تماس بودند و به راستی ثابت کردند که تا آخر عمر سپاسگزار مراحل و الطاف شما بوده و هست. با توجه به تمامی این نکات امیدوارم که این فرماندار نسای شما در آینده باعث رضایت خاطر شما و اولیای خود باشد. حال از شما میخوام که مثل همیشه به نگاه مشتاق این فرزندان جوان خود پاسخ بدهید و با سخنان خود مسیر تاریک و مبهم آینده را در مقابل دیدگانشان روشن کنید. خوشحالم که شما فرزندان من برای آشنایی با فرهنگ ملت دیگه عازم اروپا میشید. تشکر لازم نیست، چون این کمترین کاریه که تونستم برای شما بکنم. اگر زندگی من حاصلی داشته باشه، شما ها هستید. براتون آرزوی سفر خوش و مفیدی دیدم. آروم باش. خوش اومدی کمال زبادی. خیلی وقت ندیدمت. باکن یکم پیر شدی ولی تو عوض نشدی. عکس تو دیدم، ترقی کردی.
آدمیزاد رو به ترقیه دیم. تو که پس مسکی رفتی. اوضاع برای همه سخت شده. دیگه قاچاق چهار تا شطور که یواشکی از بیابون ردش کنی نیست. میدونی قاچاق یعنی چی؟ یه جور کاسبیه. نه. امروز قاچاق یعنی سیاست. سیاست. پس برای همینه که تو هم سیاست نداشتی. این بچه ها رو میگی؟ گروه های دانشجویی هن که به خرج من به کشورهای مختلف میرن تا بتونن با فرهنگ و هنر کشورهای دیگه آشنا بشن. شگیر تو میاد. کدوم مأمور گمرکی میتونه حدس بزنه؟ تو به درد این کار نمیخوری. ولی خب سیگار و آدامس یه چیزی. نقطه خوبی استفاده کردی. یه مطلب دیگه هم هست. اونقدر خرف نشدم که یه قاچاقچی دوزاری مثل تو بتونه سرم کلا بذاره. چقدر گرفتی با پلیس ساخت و پاک کردی؟ یه قاچاقچی اسم رستار نمیره سیگار و پستونک و جواب زنونه دست به دست کنه. اگه کرد پس خیانت هم میکنه. آدم خلافی که دست تو دست پلیس بذاره هم واسه خودش خطرناکه هم واسه یه همکارایی سابق. اگه هر بچه قاچاقچی بتونه جوزی رو گول بزنه در دنیای قاچاقا باید گل گرفت. بله؟ خب حالا مثل یه بچه خوب بگو این کلک کوزه چیه؟ خب بذار حتی برسه. تو این وسط چی کاری؟ چی گیره تو میاد؟ من اومدم اینجا تا یه پول و پله ای برسه. نصف هر چی گیرم و میاد مال اونه. کلک کوزم دست پخته منه با نقشه اون. اینو بدون هنوزم پشه تو منطقه من پر بزنه میفهمم. اونا که کوزه رو دزدیده بودن اگه سهم منو میدادن کاری به کارشون نداشتم. اما زرنگی زیاد کار دستشون داد. بازی در نیار بی چونه بی کلک. 200,000 قیمت شد دلار. علی معامله یالا نیستی؟ چیزی که زیاده مشتری. تو که میدونی من به هیچ کس اعتماد ندارم. باید یه جوری خیالم راحت میشد. خب بریم سر معامله. بریم. من عادت ندارم به کسی بده کار بمونه. اما طریقه معامله باید باید بی باید قیمت رو تو تعیین کردی، شکل معامله رو من تعیین می‌کنم. چطوری؟ جنس با جنس. به جای کوزه، مواد بهتون میدم. خیلی لطف می‌کنی، ولی ما مواد نمی‌خوایم. پول نقد به دلار. تو اصلا می‌دونی 200,000 دلار چقدر پوله؟ یه چیزی شنیدی؟ من دیگه تو کار مواد نیستم. شریکم برای این گرفتم که حسابش خوبه و می‌تونه 200,000 دلار رو بشمونه. قبوله. هروین معلوم هست چی داری میگی؟ 10 کیلومتر تو خاک ما اون طرف مرز. اینجا تو پاکستان نه. پس این رفیق زبونم داره. عجب. رو در رو من با تو معامله کردم. کوزرم به خودت تحویل میدم. این از تو عاقل تره. چو بهتر حرف نزنی. ما برای معامله اومدیم اینجا. خب مواد یا پول فرقی نمی کنه. برای من فرق میکنه. یکم دندون رو جگر میذاشتی قبول میکرد. اما هول شده دیگه یادش رفت که من ننه مردم یه طرف قضیه‌ام. تو بازم کرک زدی. چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. تو با آقا جوزیت میرسی اما دست من چی میاد؟ دوره بیافتم مواد بفروشم تا ذره ذره بشه 200,000 دلار. عقل کشف مواد مال تو. اونقدر هست که پسرت بفرستی امریکا. اقلا پول حلاله. روست تو راستسی خیلی افخطی. حق رفاقت اینه که بده. بی خودی خودتو من اچسون. رفاقت من چه رفاقتی با تو دارم؟ خودش میبره و خودشم میدوزه. فردا یهو دیدی پس
کمال، کمال تو اینجا چیکار میکنی؟ در به در حرف بزن ببینم چی شده. خب من ها؟ یه پیغام واسه چه؟ ربات چهار بلوط و بلطی که هی قلو گلوم خوش شده، چایی بیار. بدون چهار تا کاری پنجا و پنجا تا تفنگچی پا از خونش بیرون نمیزه. تو مطمئنی که هوایی ما رو دارن؟ آره، یارت راحت باشه. جوزی میخواد مطمئن بشه، اول باید استاد کوزه رو ببینه. پس بگو جوزی بیاد. جوزی نمیاد، شما میان پیش جوزی. قرار ما اینجا بود. قرار اونجاست که جوزی بگه. ما فقط اینجا معامله میکنیم، یا اینجا یا هیچ جا. پس هیچ جا. خیلی خوب، ما دنبال تو میاییم. چی رو دنبالش میریم؟ زده به سرت. ما اهل معامله ایم. اما نه با سرمون. با اون ماشین نه، با ما میای. چرا تشریف نمیبریم؟ بفرمایید. باشه، با ماشین شما میریم. بچه خورشت قیمت میکنن. کمال، اینقدر بدبین نباش. ما حاضریم. بدون اسلحه. من که تیکه تیکم کنن پام از این خراب شده بیرون نمیزنم. خواهش منو با گوله باشم، اینطوری کمتر زشت میشه. چیه؟ خیالت داری میری عروسی؟ عروسی داره شروع میشه. آشنایی به چشت نمیخوره؟ واسه چی؟ میخوام وصیت کنم، مردن بدون وصیت خوبیت نداره. نفشو چشم. قرارمون اینطوری نبود. من که گفتم به هیچ کس اعتماد ندارم. از کجا بدونم کوزه رو دادم دستت؟ از اینجا سالم میریم بیرون. ببین جوون، تو این کار بالاخره یه طرف باید اون یکی اعتماد کن. این برو برگرد نداره. تو هم که منو میشناسی. پس مجبورم من اعتماد کنم. اگه دلت میخواد معامله بشه، مواد تو وانته. کوزه رو که بدی، وانت تا همون کاروانسرا دنبالتون میاد. از اونجا دیگه بردنش با خودتونه. خب، اینم نمونه. امتحانش کن. عدید قبوله. کی مطمئن تر از تو؟ مگه این وانتو تو خبر ببری؟
یا خیلی احمقی جوون یا خیلی دل داری. اما اولی درسته. جوزی ترک کردم. فقط 20 گرم TNT بود. حالا اگه توی اون جعبه یک کوزه باشه و توی اون کوزه یک کیلو TNT چه آتیش بازی میشه زنیم. امتحان فقط کافیه که این شاسی رو فشار بدم تا همه میدون. من یه بانو قمار بازم بسر. چرا معطلی؟ سه شماره بهت مهلت میدم. با آدمات بگو تفنگاشون رو بندازن. حسابش خوبه، قبلا دیدم تاستر رو خیلی خوب میشمونه. بشمار. یک دو سه توفنگا رو بندازین. گفتم توفنگا رو بندازین. بندازین. بابا تو دیگه کی هست؟ مثل روز روشن بود بلوفه. دست تو خونده بودم. پس چرا جا زدی؟ قیمت بالا بود. هیچ بلوفی به قیمت زندگی نمیارزه. آبیافت وانت مواد رو چکار کنیم؟ مدرک لازم نیست، همینطوری هم سرش بالای داره. اما رفتن پسر من به خارجه پول لازم داره. صبر کن ببینم. تو باز داری کرک میزنی. من خودم رو با آب آتیش نزدم که تو اینو بگیری. این واسه من 2000 هم نمیارزه. چرا متوجه نیستی؟ ما نمیتونیم عنوان تو ببریم. وقتی از این دامسه ای که تو بی معرفت درست کردی خلاص شام، برو جلو ببینم. چنم افسره؟ آره. چه پدر کشتگی با من داره؟ یه زن و بچه شو لو لورده نکرده بودی این درد سرا درست نمیشد. برین دنبالشون بجون بی تغییرشون کنید. این وسط چی گیرت میاد آدم فروش؟ آها قرار حق الکشف. تو خیلی احمقی کمان، همیشه احمق بودی. خفشو پسرت تو پاکستان پزشکی میخوند؟ هنوزم میخونه. حالا دیگه نه. منظورت چیه؟ گفتم که خیلی احمقی. من اونقدر ساده نیستم که گول دوتا جوجه گانگستر رو بخورم. پسرت الان تو خونه منه. داری دروغ میگی؟ این مزخرفات رو سرهم کردی که... قبل از اینکه خبر اعدام منو تو روزنامه چاپ کنن نشه پسرتو میزنن در خونه هن. فهمیدی؟ نگردار گرد خان کلافم کرده. یکم تو بیا عقب من بریم. Thank you.
سر پسرم کم بشه کاری میکنم که مرغای آسمون به حالت گریه کنم. تشریف بیارین، بیان بیان نه ترسین. حقیقته پیش در پیشه که دو سه دفعه خودم توش گم شدم. ببخشید من جلو میرم. بفرمایید. ده پول نده دیگه. خب جوزی چجوری خبرشون میکنی؟ یه کاغذ مینویسم بده به ولی کوره، باقی شو دیگه اونا خودشون خبر میدن. غلام بیاد که کاغذ یه مداد بهش بده. رو چشم خوب بنویسی ها. فقط دعا کن که آدمات خریت نکنن، وگر نه با چه علی به یه قاچاقچی سابقه دار اعتماد کردی؟ هیچ فکرشو کردی وقتی این گزارش رو مقامات بالاتر بخونن چی میگن؟ تو با این کارت موقعیت همه ما رو به خطر انداختی. رفاقت و دوستی و همه این حرفا به جای خود محفوظ، اما کار ما رفاقت بردار نیست. منم 1500 کیلومتر راه از اصفهان نیومدم اینجا که بگم حالت چطوره. 3 روز بهت فرصت میدم که این قائله رو ختمش کنی. همین. این یه دستوره. چیه؟ تو کار زندگی نداری؟ با پیکاره؟ همینقدر بگم آقا کمال خیلی عصبانیه. میگو اگه امروز هم خبری نشه دیگه صبر رو میکنم. درنگ! باشه با پیکاره؟ اینقدر غرور نخور میپره ها. چه پره؟ انگشتم دیگه. مگه قصه شو برات نگفتم؟ جونم برات بگه این انگشت من بچگی خسارت دیده، یعنی یه کمی معیوب شده، دوا درمونم کردیم فایده نداشت. اینجاش درست اینجاش بی هوا میپره. اگه زیاد مور بخوری یا زرت زود کنی میپره. چه فریدنه این وزه. اگه خبری شد برو قهوه خونه یه گلوم کمک کنیم. آقای مباشر به پسر کمال آزاری نرسانید، من سلامت هستم. محل و زمان مبادله را شما تعیین کنید. جوزی یعنی چی؟ محمود بگو فوراً با راولپندی تماس بگیرن، بگن پسر این مردک کمال را پیدا کنن، فوراً بیارن اینجا. چه؟ من قلو وا کن. تو اینجا چیکار میکنی؟ تای قهوه خونه نشسته بود، رفتن دوباره پیغام دادمش. محسنو دوست دیدن. از کجا فهمیدی؟ پریشب هم کلاسیش زنگ زد،
چند نفر ناشناس شبونه ریختن تو خوابگاه و بردنش. به پلیس هم خبر دادن اما فایده ای نداشته. ببین کمال، من نمیدونم تو باز چه بازی را انداختی. هر کاری میخوای بکنی بکن، اما تو رو خدا، تو رو خدا به محسن و وسط نکش. قصه اون درسشو بخونه، برای خودش آدمی بشه. ازت خواهش میکنم، ببین تو همه چیزو من ازم گرفتی، هیچ حرفی نزدم، اما اینو دیگه نه، سرمو ازم نگیر، خواهش میکنم. گفتی کی دزدیدنش؟ دو شب پیش. خب باز بی پدر عوضی چرس آفت می کشمه. تو به من کلک زدی لجب، تفت می کنم، تیکه تیکه می کنم. بلیش کن کمان، برو کنار برم. بلیش کن، دستش بست است. بلیش کن بگم کمان. اون دستش بسته است. اگه محسن پیش اینه پس اینجا چی کار میکنی؟ قضیهش مفصله. آخه تا کی؟ تا کی میخوای دنبال اینجور کارا باشی؟ دوباره شروع نکن، بعد یه حوصله ندارم. ایوا، یعنی من حق ندارم بدونم واسه چی جون بچه ها به خطر انداختی؟ اون پسر منم هست، یادت چه نرفته؟ بعد آوردم مدری، بعد آوردم. خواستم تو زندگی یه بار برای پسرم کاری کرده باشم. تیغم برید اما بختم نبرید. ولی اون به پدر احتیاج داشت. تو هیچ وقت اینو نفهمید. خب اگه نفهمیدم تو نذاشتی بفهمم. من؟ آره تو. اگه تو زندگی هر خلافی کرده بودم تو رو که دیدم گذاشتم کنار، گفتم بچسبم به کار، به زندگی، به فکر پسرم باشم. اما مگه یه تراشکار ساده چقدر درآمد داره؟ یخچال فریزر 200,000 تومانی، مبلمان 300,000 تومانی، مهمونی، لباس همه رقم با 1000 قرائت پاره دیگه. درآمد یک سال منم کفاف این خرجا رو نمیداد. منم که پول در آوردن مفت از راه خلاف و از بچگی یاد گرفته بودم. خواستم نگرتون دارم. همه چیزمو از دست دادم. مجبورم نکن شلیک کنم. دلم میخواد یه حرکت بکنی، فقط یه حرکت تا مغزتو داغون کنم. تو داری اشتباه میکنی، من مجبور بودم. افراد جوزی پسرمو گروگان گرفتن، میفهمی؟ نمیخواد برای من قصه سرهم کنی. این همه کلک تازه است ها؟ اما کور خوندی، دیگه نمیتونی سر منو کلاه بذاری. به هر قیمتی که شده من اونو با خودم میبرم. را بیوف جوزی، را بیوف، دیگه آخر خطه. نه، خواهش میکنم،
من و پسرم چه گناهی کردیم؟ من نمیدونم بین شماها چی گذشته، اما هر چی شده گرفتاریش نصیب من و پسرم شده. شماها دست به یکی کردیم، همه تو. اما من گول این حرفا رو نمیخورم. را بیفت جوزی، تو هم کمال بهتر این مسخره بازی رو تمومش کنی. بجام تو خودت داغ دیده ای. زن تو خوشبخت بود که با بچهش مرد، اما پسر من هنوز زنده. کنیزی تو میکنم آقا، من تو دنیا همین یه بچه رو دارم، 20 سال زحمتشو کشیدم. تو رو خدا منو بیکس نکن. سراغت جوزی، اون روز دیگه راه فراری برات نمیمونه. سه تا نقطه داره معرفت، یکی روفه، دوتا روته. یادت نره سوار کشو تخت گاز بکوب تا پیش مادرش، از اونجا بی معطلی بذارشون توی اتوبوس و راهیشون کن. آخه کاری رو که بهت گفتم بکن، همین. بی خودی با من چونه نزن. من که نمیفهمم تو چه غلطی میکنه. اول باید پسرمو ببینم. زیادی ندارید، احوال پرسی رو بذار برای بعد. حالا ما باید مطمئن بشیم که جوزی سالمه. بهتره شروع کنیم. خریت کنیم مختو میریزم توی دهنت. بازم هم دیگر میبینیم قوه چی میپره. ها نویفت نخن. حالا پلنگیشو بی سروازشو ببین، کاکونشو ببین. گفتم که احوال پرسی باشه برای بعد. اول پسر من میره، رسید به ماشین جوزی رو ببر. برو ساکن. چی؟ چیز مهمی نیست بابا، فقط یه خراشه، خودش خوب میشه. Thank you.
شد پسر من برسه به اون ماشین. دود باش پسر، بیا بجون. چرا بایستادی؟ بجون دیگه، دود باش. بابا مواظب باش، یه تله است، یه تله است. رد شو خبر، رد شو. چه بینم جونو بر یا بازش کن، بازش کن. حسین، حسین، من اینجا بابا، نگران من نباش. ببین پسر، هر جا هستی همون جا باش. تو که تولید نشده بابا، یکی هم پیدا نمیشه حال منو بابا. معلوم است اینجا چه خبره بابا شهر احمق؟ آقا من تقصیری ندارم، این بزاره کارو خبره. یه کارو نتونستی درست انجام بدی، یه کارو نتونستی. بابا، بابا، تو سالمی؟ کمال، معلومت کدو گوری قایم شدی؟ بیمارت بد نکنی و بذاری به جاک، من میترسم ها. محسن، محسن، تو یه چیزی بگو به سر. من اینجام. پس خریت نکنه، همونجا بشین، تکون نخوری ها. Você!
دارم به چشم دیوار. به ساری خاک و خونی شدی، بتکن خودتو. برو کنم به تو. چی کاری میکنی؟ حواظه بر. ستایشون تو اون سراخی هم دخلشون رو بیاری برو. پسر تو چرا مثل بابا تو اینقدر خری؟ شوخی کردم دل خود نشد. ببین این آخر یه سیاه شده. چی داری میگی؟ دندونم دیگه عباس درد میکنه، پیرم رو در آورده. فقط قربونت آمپول بزن، من طاقت درد رو ندارم. راستش رو بخوای از آمپولم میترسم. نه قول خواهی. Please! 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 Please!